درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زری‌مهر هم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن ملاحظه میکنن. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر، خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه صرفا اطلاع رسانیه، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی نباید به حساب بیاد. اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشین، لطفا با شما تلفن که پای صفحه تلویزیون میبینید تماس بگیرید تا مشکلاتتون با امید خدا حل بشه. خب خوبی نای دکتر، خوش آمدید. سلامت باشین. بالاخره وارد ماه اوگست هم شدیم. بله بله، به هر حال به وسط های تابستون داریم نزدیک میشیم. البته زمان اینجا با ایران یه ماه و نیمی دو ماهی فرق میکنه. به هر حال تابستون کوتاهی داره، بهار کوتاهی داره و باید نهایت استفاده رو کرد. درصد. خب ما اختلاف خانوادگی همچنان ادامه داره. تا وقتی که بشر هست این اختلاف هست، تا وقتی که زن شوهر ازدواج هست این اشکال هست. این تقسیم اموال و نمیدونم نفقه و مهریه همه اینا سر جاشه و این مشکلات مثل که چیکار میشه کناری کم بکنه هستن این مشکل. ببینید مطلبی که وجود داره و شما دارید فهمشید کامل صحیح اینه که انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی یه موجودی نیست که برای خودش زندگی کنه یه نفره، بلکه حیاتش و وجودش بستگی به دیگری داره. به این معنی که در دوران کرونا حتی برای خانواده ها ثابت شد که چقدر دوست و دوستان مهم هستن، چقدر ارتباطات اجتماعی مهمه، چقدر برخورد ها مهمه. اینکه بری بشینی با یه نفر صحبت بکنی و درد دل بکنی، بگی، بخندی یا گریه کنی با دوستت. خب حالا بعضی که پیش میاد اینه که ما چه در روابط این اشکالات داره که با دوستان ما پیدا میکنی یا با طرف مقابلمون پیدا میکنیم، میتونه شریک بیزینسمون باشه. میگه هر کس که وارد بیزینس میشه، شرکای بیزینسی که 50 سال که با هم زندگی نمیکنن، 30 سال که با هم زندگی میکنن، یه مدتی با هم شریکن، بعد قطع رابطه شراکت میشه. من خیلی بیزینس ها دیدم که وارد شراکت شدن، بعد از 3 سال، 4 سال، 2 سال، 6 سال مجبور شدن که از هم جدا شن به دلایل متعدد. خب زندگی خانوادگی هم همینه، ارتباطات بیشتره، عمق روابط دو طرف نسبت به روابطی که با هم دارن عمیق‌تره. یک روز زندگی رو با یه دیدگاه دیگه شروع می‌کنن. شما وقتی یه بیزینسی رو شروع می‌کنی با یک سری شرایطی شروع می‌کنی که معمولاً عشق توش نیست، بلکه دوست داری که بیزینست شروع بشه، دوست داری که موفق شه. علی روابط خانوادگی که شروع میشه با عشق و علاقه و یک عنصر بالاتری شروع میشه و این عناصر بالاتر باعث میشه که وقتی اختلاف میفته به اونها هم ضربه بزنه. و متاسفانه در مثلا حقوق خانواده این هست، وقتی دو نفر با هم زندگی مشترکی رو با عشق علاقه شروع میکنن، بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال یا تا 40 سال، من داشتم موکلایی که سنشون نزدیک یکم موکلم سنش 70 سالش بود، یکی دیگه بالاتر بود، یعنی میخوام بگم داشتیم که در این مقطع تصمیم میگیرن که جدایی واسه شون خوبه، یا از طریق دادگاه جدا میشن یا از طریق مذاکره شروع میشن. به هر صورت اینو ما همیشه داشتیم و خواهیم داشت و تا وقتی که بشر هست، روابط انسانی هست، در یک جا اختلافات پیش میاد که اون اختلافات باعث میشه که دو طرف تصمیم میگیرن که جدا شن یا یکی تصمیم میگیره جدا شه. و خوشبختانه در کانادا ما فرق نمیکنه که خانم میخواد جدا شه یا آقا، در یه مقطعی احساس میکنه که دیگه زندگی واسش مناسب نیست، شرایط مناسب نیست و میخواد جدا زندگی کنه و این حق رو قانون هم بهش داده شده. برای همین هم هست در قوانین کانادایی پیشنهاد شده که برای جدایی ما دلیل نمیخوایم. فرد میتونه جدا شه به هر دلیلی، چه خانم چه آقا بگه که من نمیتونم دیگه زندگی مشترک داشته باشم، این حقشه که به صلاح جدا بشه. بله، به همین راحتی. به همین راحتی. ببینید به همین راحتی شما شاید یه طرفه داری قضیه رو، یعنی ما ها عادت کردیم شاید یه طرفه داریم قضیه، نه شما، کلا ما به عنوان یه فرد. ببینید در قوانین ایران آقایون وقتی مراجعه کردن به دادگاه خانمشون میخوان طلاق بدن، میگه دلیل میخوان.
میگه قوانین ایران در قسمت شرعی نگفته که زنم زنو میتونی طلاق سه طلاقش بکنی. میگه پیش بینی از آقای چرا نپرسیده که دلیل چیه که بخوای خانم رو طلاق بدی؟ حالا چیه که ما این حقم اینم به خانم بدیم؟ بگم که آقا میتونه طلاق بده، خانم هم میتونه ادعای طلاق بکنه، چه اشکال داره؟ چرا حق رو بیایم یه طرفه فقط به مرد بدیم؟ این باعث میشه که وزنه طوری بشه که دو طرف بهتر با هم همکاری کنن، بهتر سعی کنن درک کنن دیگر، بهتر هوای همو داشته باشن. تا اینکه بگیم آقا با آقای حق رو میدیم، هم بقید رسخواست بره خانم طلاق بده. خب خانم بند خدا بعد از 10 سال 20 سال نشسته دفعه فردا صبح بلند میشه میبینه که آقا میگه من طلاق میخوام. من میخوام میرم، من نمیگه طلاق میخوام، متأسفانه میگه میرم طلاقت میدم. بعدیش هم همینه. یعنی اختیار دست منه. در حالی که نه، اینکه اختیار دست دو طرف باشه، شاید بالانس بهتر حفظ بشه. شاید بهتر باشه که مردم بدونه که اوکی اگه من تخلف بکنم خانم من میره دای طلاق میگیره، طلاق هم میگیره. و ما داریم که خیلی از آقایون دیگه رفتارشون بد بوده و خانم گفتن میدونی چیه ایناف از ایناف، من طلاق میخوام، من نمیخوام دیگه زندگی بیمنت. یعنی که من تو رو نگه داشتم به خاطر اینکه دلم میسوزه، دل رحمم و این حرفا، اینجور چیزا نیست. همین مورد رو نگاه میکنی که خود خانوم هم میتونه داشته باشه. پس من اگه بگم منم تو رو نگه میدارم طلاق نمیدم به خاطر اینکه دلم، ولی این امتیاز منفی میره کنار، ما نسبت به هم برابریم، مساوی هستیم و منت نمیذاریم سر هم دیگه که داریم هم دیگه تحمل میکنیم، با هم دیگه زندگی میکنیم و دوست داریم که زندگی مشترک داشته باشیم. یا زندگی شاید بشه بهتر بگیم، شاید زندگی هم شیرین تر بکنه. شاید این باشه که من بدونم که حق من با خانومم مساویه، خب یه سری کارهایی که باید بکنم و میکنم، تعهداتم رو بهتر انجام میدم، سعی میکنم که رابط رو یه جوری نگه دارم که ایشونم راضی باشه. بدونی؟ یعنی بحثی که بعضی از جزاها مطرح میکنم، من از هم سعی میکنه که راضی نگه داره خانومشو، خانومش هم سعی میکنه آقا رو راضی نگه داره. یعنی میخوام بگم یه وزنه دو طرفه است. دو طرف سعی میکنن کنار هم باشن، مراقب هم باشن، تک کر بکنن از هم دیگه. آقای دکتر، از نظر اخلاقی به تجربه که شما دارین، از نظر اخلاقی بیشتر زن شوهر با هم مشکل دارن یا بیشتر مشکلات مالیه؟ خب در ایران که مشکلات مالی که وحشتناکه، وحشتناکه، ولی در اینجا آیا اخلاقی بیشتر اخلاقیه؟ سوالم همینه که اخلاق میخوایم چی ترجمه کنیم و چی تعریف نمیخونیم. نه ببینید، آخه اخلاقی یه کلیه که خیلی تعریف بازیه. اخلاق اگه تعریف کنیم میتونیم بگیم خواه که مثلا آدم خشنی یه زود داد میزنه، مثلا خانم میگه که آقا زود عصبانی میشه، ناراحت میشه و همه چی میخواد که مثل ایران رفتار بکنه، اینجا فرق میکنه. خب قول یعنی اونجا مرد سالاری منظورتون اونه؟ بله. اوکی، در کانادا متاسفانه بعضی هنوز مرد سالاری رو دارن. بعضی موقع خانم ها تحمل میکنن، احساس میکنن که بچه دارن و تعهد نسبت به بچه ها دارن، که کار خیلی بسیار خوبی هم هست، و رو تعهد ها که به بچه ها دارن و مایلن بچه ها ضربه روحی، روانی و مالی نخورن، حاضرن محیط رو تحمل کنن. که به نظر من فداکاری زیادی این خانوم ها دارن میکنن. من نمیگم این رو تحمل بکنن، دقت بکنه، من عرضم این نیست. من میگم داره به خاطر بچه‌هاش خودشو فدا میکنه. ولی بعضی جا هستش که آقایون اینقدر فشار میارن که خانم‌ها میگن دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. یعنی این فشار طوری که اگه تو ایران هم بود همین عمل رو این خانم انجام میداد دیگه، بسه. و اونجا به اصطلاح فشار میارن با آقا که یا خودتو تصدیق کن یا ما این کارا رو میکنیم، یک دو سه چهار. بعضی موقع ها بعضی از آقایون مشکلات مشروب داشتن، اینو یادم تو چند پرونده مطرح یا اعتیاد؟ نه، مشروب زیاد مشروب میخوردن، حالا اعتیاد نه، ولی زیاد روی میکردن، وقتی هم میخوردن کنترل ازشون در میام که خانم ها ادعا اقامه دعوا کردن. سر به همین دلیل هم بود که طلاق میخوایم دیگه هم نمیخوایم بشه، که آقایون اصلاح کردن خودشونو. من اینو دارم که گفتن و تعهد دادن که نمیخوریم. خب ببینید، مطلبی که وجود داره اینه که
بعضی رفتارها فرق نمیکنه که خانم هم بکنه کار زشته، اگه بخواد مشروب بخوره کنترل از ازش در بره مثل آقاهه بشه چیز جالبی نیست. بعضی اعتیاد به قمار دارن و میرن کاسینو اینا. خب بگم دیگه بعضیا قمار داشتن که قمار هم خودشون هم بین برده، هم زندگی مشترکم بوده، هم وضعیت خانومو داغون کرده. متاسفانه اونم چیز مناسبی نیست و قابل چیزه. از این لحاظ هستش که به نظر من در این که زن و شوهر یه وزنه ای رو دارن که بتونن در دادگاه مشترک هم بگم که ما این حق قانونونه، طلاق رو بخواییم به این دلیل، این چیز خوبیه به دلیل اینکه اون باعث میشه که طرف مقابلش یا اصلاح کنه خودشو یا قبول کنه شرایط موجودو. این بحثی که مثلا ما میتونیم مطرح بکنیم که آقایون باید خودشون اصلاح کنه. خب از این نظر مثلا حالت اخلاقی پیش میان دیگه که اخلاق یعنی مردسالاری ربطی به اقتصاد نداره که مثلا از نظر اقتصادی آقا به اندازه کافی پول در نمیاره و احتیاجات خانواده رو برآورده نمیکنه. در کانادا مسئله اقتصادی به نظر من اگر قمار نباشه و اعتیاد نباشه من نیدم که مسئله مالی مطرح باشه که آقا نمیره کار بکنه. برای همین من طلاق میخوام. من به ندرت نمیگم نبوده، به ندرت یعنی شاید 99% پرونده‌ای که من داشتم تا حالا این نبوده. ولی اگر زن یا مرد فرق نمیکنه تقاضای طلاق بکنه، مرد نپذیره، تا چه اندازه ممکنه موفق بشه؟ یعنی دلایلی رو دادگاه میخواد که بگه که بشه دلیل، یا اینکه فقط همین میگه دلم نمیخواد که با این شخص چه زن چه مرد زندگی بکنه. ببینید قانون گذار مطرح کرده به قوانین ما قضات لازم اینجاست که میباید حکم طلاق صادر شد. ربطی به این نداره که مرد باشه یا زن باشه. آزادی انفرادی دلش میخواد که آزاد باشه باید طلاق مطرح. اگر موقع وابستگانی داشت مثل فرزندان چیزی باشه اون موقع اونا در پیش میاد که باید اون مسائلش رو حل بکنن. دقیقا بحث مسئله طلاق یه بحث، بحث تعهدات نسبت به بچه ها یه بحث دیگه است، بحث تقسیم اموال یه مقوله دیگه ایه توی کار و همچنین بحث اسپازل ساپورت. حالا من نمیخوام نفقه به کار برم چون نفقه در قوانین ایران تعریفش تا اونجایی که من میدونم اینه که یه فردی که داره زندگی میکنه خانوم اجازه داره نفقه رو بخواد در طول ازدواج و به محضی که حکم طلاق صادر شد و اینا هم جدا شدن دیگه نفقه قابل پرداخت نیست. در قوانین ما برعکسه، مسئله نفقه ربطی به خانم نداره، آقا میتونه نفقه اسپازل ساپورت رو بخواد و اسپازل ساپورت از زمانی شروع میشه که سپریشن تازه شروع بشه، به طول ازدواج نیست. تعریف کاملا تفاوت داره و چیز بکنه. خب این بحث ها مطرحه توی دادگاه که ببینیم که آقا باید اسپازل سپورت بگیره، خانم باید اسپازل سپورت بگیره، به دلیل اینکه خب بعضی مواقع هستن که آقایون شغلشون رو دست میدن و یا نوع شغلشون در خود کمپانی که هستن به طوری میشه که اینها رو در طول ازدواج به پارت تایم تبدیل میکنه، از فول تایم به پارت تایم تبدیلشون میکنن تا برگردن یا این کامشون رو میارن پایین که همه اینا نشون میده که فراد نیست، بحث تقلب نیست، بحث واقعا اتفاق افتاده و در طول ازدواج اتفاق افتاده نه در بعد از سپریشن. بحث سپریشن ما مطرح تفاوت داره سپریشن ما با قوانین ایران. ما همیشه میگیم طلاق و جدایی، در قوانین ایران میگیم طلاق و جدایی کی صورت میپذیره، در قوانین کانادا جدایی زودتر از طلاقه و شرط قانونیش فرق میکنه. یه رژیم حقوقی کاملا متفاوتیه با قوانین ایران. به اضافه اینکه بحث به اصطلاح روابط که پیش میاد، تعهدات دو طرف نسبت به هم دیگه کاملا فرق داره. تفاوت‌های عمده‌ای داره. و از جمله یکی اینکه زن میتونه ادعای طلاق بکنه. ادعای مرد مطرح نیست. خانم میگه من نمیخوام، خداحافظ شما. تصدیق پیش میاد دکتر که به عنوان آخرین سوال که یک نفر صرفا به خاطر این مثلا یه خانومی
بگه نگاه اون این آقا نسبت پول دارایی چیزی که داره، من اگه جدا بشم اختیار بیشتری دارم نسبت به اموالی که به من میرسه. ببینید در ازدواج آخه موضوعی که طول ازدواج 20 ساله 30 ساله برای خانم مهم دیگه نیست که اموال چجوری اداره بشه. معمولا یه پترنیه، معمولا یک الگویی در طول ازدواج میشن که اون الگو ادامه پیدا میکنه. جوون تازه به رشد بلوغ نه نیستن که بخوان کنترلینگ و دستشون باشه، بلکه یه نفر اگه 20 سال 30 سال گذشته همسرش مثلا نسبت به خریدای خونه نظر بده، نسبت به دریافت ماشینا نظر بده، نسبت به اینکه کجا چی کار کنن، اون الگو رو 20 سال قبول کرده 30 سال قبول کرده اون الگو رو ادامه میده. نه اون ممکنه بگه که من دیگه سنم بالا رفته، من میخوام برم دنیا رو بگردم، تو نمیخوای بیای، من میخوام برم. وقتی اینجا اختلاف به وجود بیاد که جدایی هم پیش بیاد، من ندیدم، حداقل از جامعه خودمون نشنیدم، ندیدم که یه آقایی بگه من اصلا میخوام برم دنیا، یه خانمی که من میخوام دنیا رو ببینم. نه ببینید اختلاف سن خیلی بالاست. ببین آقای نظری، ما راجع به دو نفری داریم صحبت میکنیم که سالها کنار هم بودن. وقت اگر کسی 30 سال با این مثال که شما فهمید، اگه 30 سال کنار هم بوده باشن مثل هم شدن، یعنی رفتارشون، کردارشون در غذا خوردن، در مشروب خوردن، در دوستانشون شبیه هم شدن. یه دفعه یکی نمیتونه بگه شب خواب دیده فلان امامزاده اومده بهش گفته برو دور دنیا رو بگرد. معمولیت اینه که دور دنیا رو بگردی. میتونی چی میگم؟ ما همچی فرهنگی، یعنی نمیدونم، نمیگم نیست، ایمپاسیبل نیست، ولی در کیس هایی که مطرح شده علت طلاق معمولا مرد سالاری میتونسته باشه به نظر من. میتونه اینکه فرد بخواد زن سالاری هم میتونه باشه که زن خشن باشه، مثلا مرد بگه که من با این نمیتونم، من رو دستوش بلند نمیکنم منتها این منو میزنه. ما داشتیم قبلا دیدیم که خانوما متاسفانه دست با چاقو با تلفن دست به خشونت زدن و طرف مقابلشون مجروح کردن. اینا رو دیدیم، ولی به ندرت پیش میاد. به ندرت پیش میاد که بخوام ببینید، به ندرت پیش میاد که بخوایم بگیم خانم ها این کارها رو کردن. بیشتر آقایون بودن که متاسفانه، ما داریم کلی صحبت میکنیم و به جامعه ایرانی هم ربط نداره که بگیم راجع به جامعه خودمون صحبت کنیم، ولی بدونید خب خانم هایی هستن که بکسورن، آقایون بکسور هم وجود داره، خانم های کشتیگیر هم هست، آقایون کشتیگیر هم هست. یعنی بخوام بگم که جفت این دوتا، ولی چه تعداد زیادی ما کشتیگر داریم، چه تعداد زیادی کمی خانم داریم که کشتیگره. یعنی میخوام بگم با توجه به نسبت ها به همون اندازه هم در خشونتی که اتفاق میفته تفاوت داره، ما کمتر داریم که خانم ها دست به قتل بزنن، ولی داریم که آقایون بیشتر دست به قتل زدن. من یادم نمیاد که بوزن همیشه وقت نیست که خانومی با چاقو دست به قتل زده، نه اینکه چاقو استفاده کرده باشه، نه اینکه اومده دست به قتل زده باشه. آقایونو من ندیدم، چه خانوما رو من ندیدم، مثلا من خانوما رو ندیدم که دست به قتل بزنن و با چاقو سر آقایونو ببرن، با چاقو بکشن. ولی در مشالله آقایون دیدم که متاسفانه دست به قتل زدن، با چاقو زدن خانومشون رو کشتن، سرش رو بریدن یا به قلبش وارد کردن و فجایعش کردن. چه این فجایعه میتونه در کانادا بوده باشه یا در ایران وجود داشته باشه. یعنی میخوام بگم که یه چیزایی است که آدم میبینه میتونه بگه اوکی این هست، این مشکل، ولی در مثلا در خانم های خودمون من ندیدم که خانم ها معمولا جنسیتشون عاقل تره، جنسیتشون ایجاب کرده که با عطوفت بیشتری برخورد کنن، با قلب مهربونی برخورد کنن، با محبت باشن، و اگرم خدایی نکرده بخوان از هم دیگه جدا بشن، با مهر و محبت، با دوستی و هم جدا بشن که دیگه، چون بعدها پیش میاد که به خاطر بچه های مشترکی که دارن یا به خاطر ای که ممکنه دوباره دوستای مشترکی دارن در اون جمع حضور داشته باشن، به همین خاطر باید با صلح و آرامش ببینید. اگر میخوان جدا بشن با صلح و آرامش بشه تا دست به خشونت بزنن. در دادگاه دیدیم که خانوم ها پرونده ها رو شروع میکنن، یا یه موقع رفتارشون
به اصطلاح تفاوت داره با چارچوب های قانونی نمیسازه، ولی دست به خشن شدنش رو کشتن من هیچ وقت میگم تو خوبه اینه. من امیدوارم که آقایون هم دست از خشونت بردارن. امیدوارم به دلیل اینکه ما یه در یه جامعه پیشرفته هستیم و باید همه به طور مسالمت آمیز با هم بحث بکنن، سیویلایز برخورد بکنن و مشکلات رو حل کنن. حالا اگه تفاوتی اختلافی هم دارن، اختلافشون در چارچوب دعاوی حقوقی بذارن، تو دادگاه فایتشو بکنن که اونم قابل پذیرش. سپاسگزاریم از اطلاعات نای دکتر. ممنونم. به پایان برنامه رسیدیم. مجبورم از شما خداحافظی کنیم و همچنین از دوستان. با تشکر از شما آقای زرین مر و با تشکر از بچه های اتاق فرمان که این برنامه رو دارن ضبط میکنن و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی تی سی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن در سرتاسر دنیا. ولی از اینکه بیننده ما بودید از شما سپاسگزاریم و تا برنامه بعد خدا نگهدار. خداحافظ.